تيه كذا خو إلولي بو بيوني مسائل بايت تامي وذي كلي اقتصادي افغانستان هم كماكي روشاني باتين كي افغانستان در سال 1401 هجری شمسی به چالت قرار داشت. ما در سال 1000 این ارقام هم از اداره ملی احصایی هم معلومات ما گرفتیم، از سالنامه احصایی سال 1401 مرابر میشه به 2022-2023 ما این چیز یادداشت کردیم. چیز قسمی که ارقام رسمی دولت نشان میده، نفوس افغانستان در سال 1401 به 34.3 میلیون نفر رسید که از جمله 16.8 میلیون آن را زنان و 17.5 میلیون را مردان تشکیل میده. همچنان 8.6 میلیون نفر در شهرها زندگی میکنه و 24.2 میلیون در دهات زندگی میکنه. 1.5 میلیون هم نفوس کوچی افغانستان تشکیل. خب در این سال یک تعداد زیاد مهاجرین به افغانستان عودت کردن که تعدادشان به 16000 فامیل بود که از اون جمله تعداد 108730 نفر میرسید و از کشورهای همسایه یا آمده. و یک تعداد هم مردمی که در بعد از با قدرت رسیدن طالبا از خانه های خود بیجا شده بودن، از یک ولایت به دیگر ولایت بیجا شده بودن و تعداد زیاد دو 34-35 هزار نفر بود یا هم جای به جا شدن دوباره به مراکز اصلی خود وطنهای اصلی خود برگشتن. در سال 1401 یعنی سال جاری هجری شمسی تولید ناخالص داخلی افغانستان یعنی گروس دامستیک پرودکت یا جی دی پی افغانستان به اندازه 1283 میلیارد افغانی رسید که این معادل میشه به ارزش 15.5 میلیارد دلار میباشه. این اگر ما به نرخ 83 دلار 83 افغانی فی دلار حساب کنیم که متوسط نرخ متوسط سال 2022 و 2023 یا 1401 می باشه. اما اگر ما عواید که به این حساب عاید سرانه یا عاید فی نفر در حدود 450 دلار حساب شده میتونه، اما اگر ما عواید از مدرک تولید و قاچاق تریاک که یک مبلغ هنگفت است در اینجا اضافه کنیم، این مقدار یعنی تولید ناخالص داخلی افغانستان به 16.9 میلیارد دلار بالا میره که عاید سرانه فی نفر در اینجا 492 دلار یعنی نزدیک به 500 دلار سال بالا میره. با وجودی که در سطح مقیاس جهانی ای بسیار زیاد نیست، اما در سطح افغانستان ای تأثیر بزرگ داره بالای میسنجش های اقتصادی که ما چگونه عواید ملی کشور حساب کنیم در یک سال. و این نشان میده در سطح جهانی افغانستان در جمله فکر میکنم 5-6 مملکت بسیار فقیر دنیا قرار مثل سودان، مثل ساوت سودان، مثل یمن، مثل رواندا و این کشورها. در این تولید ناخالص داخلی افغانستان سهم زراعت، صنایع و مختلف قسمی است که زراعت 33.7% در امی عاید ملی بگویم در تولید ناخالص داخلی سهم داره، یعنی 34% عواید تولید ناخالص داخلی افغانستان از زراعت حاصل میشه و 16.1% از صنایع و در سکتور خدماتی یعنی صنایع وقتی میگیم صنایع معدن و تمام سکتورهای وابسته و سکتور خدماتی
بخشی هم داره داره که او 45% مجموع تولید ناخالص داخلی افغانستان از اونجا تولید میشه. در زراعت در سال 1401 ارقام نشان میده که تولید گندم 3.8 میلیون تن بوده و نسبت به سال گذاشته 5.4% کم شده و دلیلش هم میگن که ناشی از کاهش ساحه یعنی زمین است، به عوضی که گندم بکارن دیگه چیز کاشتن و بعدا واضح میسازن که چی کاشتن. و همچنون خوشسالی هم باید نظر بگیریم و ساحه تحت زرع غلجات و حبوبات در سال 1401 به اندازه 2.3 میلیون هکتار زمین رسیده بود که نظر به سال گذشته 7% کم شده. خب یکی از دلایل که در زراعت زمین ها به عوض گندم دیگه چیز کاشتن بعد بخصوص بعد از اینکه طالبا به قدرت رسیدن ایسته که کشت خشخاش یا تریاک یعنی که از او تریاک حاصل میشه در حدود 29% سهم زراعت 29% 30% از این از سهم خشخاش، یعنی تولید ناخالص داخلی از مدرک خشخاش کشت خشخاش که از او تریاک تولید میشه 29% است. یعنی زارین افغانستان 29% عوایدشان از مدرک تریاک حاصل میشه و این نشان میده که در بعد از به قدرت رسیدن طالبا اما تولید خود خشخاش نظر به قبل از زمان طالبا پایین افتاده در حدود 10%، اما باز هم در مجموع ای سهم بسیار بزرگی در عواید ملی افغانستان داره. به این شکل که طالبان میگن ما منع کردیم تولید خشخاش و تریاک، این فقط به نظر من بسیار بشعار میمونه چون این مدرک بسیار بزرگ عایداتی برای ملت افغانستان است، مدرک برگ ایداتی برای زارین است، برای خود مقامات طالب هست. کوکنار کاشته شده، کوکنار البته کلمه درستش کوکنار است که از کوکنار خشخاش حاصل میشه دیگه. تریاک تولید شده قیمت فی کیلوگرم دیگه تریاک در 2021 این در حدود 80-90 دلار ای بعد از به قدرت رسیدن طالبا ای به 150 دلار در فی کیلوگرم رسید و امروز قیمت با وجود از اینکه بعد از این طالبا شروع کردن به بعضی شعار دادن ها و بعضی اقدامات ای پس پایین شد، اما هیچ وقت از قیمت 120 دلار فی کیلوگرم پایین نامد. بالاخره این پس بالا رفت به قیمت که هرگز در تاریخ افغانستان به قیمت ای فروخته نمیشد، به قیمت 200 دلار فی کیلوگرم تریاکی که از کشت خشخاش حاصل میشه. به این حساب میبینیم عاید حاصله از مدرک تریاک در حدود 1.4 میلیارد دلار در سال 1401 بوده، یعنی در سال گذشته تولید عاید افغانستان عاید ملی افغانستان از درک تریاک 1.4 میلیارد دلار بوده. این ارقام که من خدمت شما عرض کردم آخرین ارقام است که از طرف دفتر United Nations Office on Drugs and Crime نشر شده در یک نشریه به نام UNDC Research Brief November 2022، یعنی دفتر اداره بررسی ادویه و جرائم ملل متحد از طرف رسما نشر شده.
چونیا در افغانستان نمایندگی داشتن، بسیار به دقت زمین های زراعتی افغانستان در وقت جمهوریت یا اندازه گیری میکنن، حساب میکنن که در مساحتش، حتی از طریق اقمار مصنوعی امیال ای کار میکنن، تمام زمین های زراعتی افغانستان یا از طریق اقمار مصنوعی فلم برداری میکنن، عکس برداری میکنن و تعیین میکنن که چقدر زمین زیر کشتی کوکنار رفته. به این خاطر این ارقام باید ما اعتبار کنیم سر. اتفاقا خود انفلاسیون در افغانستان پایین آمده. انفلاسیون، میزان انفلاسیون بسیار به صورت عالی پایین آمده. انفلاسیون یعنی تورم قیمت ها، در زبان دری او رو به نام تورم قیمت ها یاد میکنن. میزان انفلاسیون در اول اپریل سال 2021 صفر بود. خب امیره، ما باید توضیح کنم که انفلاسیون چی است. یکی، خب ما شاخص قیمت داریم. شاخص قیمت ها را گفتیم که در قبل از به قدرت رسیدن طالبا این در حدود 130.8 بود. این شاخص قیمت هاست. اما این شاخص تغییر میکنه با گذشت زمان، با در این طول 2000 سال گذشته. وقتی که تغییر میکنه، این میزان بالا رفتن یا پایین رفتن این انفلاسیون میگه. خود بالایی قیمت انفلاسیون نیست. خدا کنه 500 افغانی یک دانه سیب باشه، ماه دیگه مگه 500 بود یا این انفلاسیون نیست. اما اگه 500 شد 600، این تفاوتی که از 500 به 600 میشه، این انفلاسیون میگن. ریت زیر حساب به حساب میکنن، یعنی میزان تغییر قیمت ها از یک دوره حساب دیگه به دوره دیگه حساب دیگه به نام انفلاسیون یاد میشه. به حساب اگرچه قیمت ها بالا بود در زمان قبل از بخ قدرت رسیدن طالبا، یعنی از 100 اگر 100 می بود ما میگفتیم که شاخص بالا نرفته، شاخص قیمت ها، اما این رسیده بود به 130 در زمانی که طالبا به قدرت رسیدن. اما این حرکت سعودی قیمت ها میزان نرخ را که تغییر میکنه هفت ماه به ما اینه میره به نام انفلاسیون یاد میکنن. به طور مثال فعلا در امریکا انفلاسیون 8% است، در اروپا 12%، 10%، در آلمان، در انگلستان، در فرانسه، دیگه جا در روز 10-8-9 به این حدود است. در افغانستان وقتی که طالبا به قدرت رسیده در 15 آگست 2021، این انفلاسیون از که قبل از طالبا در حدود در ماه اپریل صفر بود، یک دفعه خیزد در کابل زیادتر بالا شد. اول به حدود 5.2 بالا شد، یعنی 5.2% بگویم بالا شد انفلاسیون. ولی در دیگه مناطق افغانستان در مجموع در نظر بگیریم، این کمتر بود از کابل کرده، در روزی 4.8-4.7. اما این به تدریج این بالا به سرعت در بعد از به قدرت رسیدن طالبا این انفلاسیون شدیدتر شده میره و خیمتر شده میره و این به تا حدی میرسه که در ماه اول جولای 2022 در کابل انفلاسیون در حدود 15.3% و در کل افغانستان در حدود 18% انفلاسیون بالا میره. و خوشبختانه باید از او ای پایین میایه، به تدریج پایین میایه، که طوری که در ماه نوامبر 2022 ای به سطح 9% پایین میشه، از و تفاوت بین
کابل و تمام افغانستان هم کم میشه. ای در حدود 9.7-9.8 پایین میفته فیصد، یعنی 9.7-9.8% انفلاسیون پایین میفته. ولی بعد از اون ای همی سیر نزولی انفلاسیون در افغانستان که ای سیر نزولی سرعت تغییر قیمت ها ادامه پیدا میکنه تا حدی که در ماه اول اپریل سال دو امسال 2023 این صفر میشه و بعد از این منفی میشه و امروز این در حدود منفی 6 رسیده انفلاسیون در افغانستان که یعنی خب به ظاهر یعنی پایین شدن انفلاسیون یک امر خوب است، اما منفی شدن از او که امر نادرست است، امر است که بر اقتصاد ملی مملکت ضرر وارد میکنه، چون وقتی قیمت ها از انفلاسیون یا رشد بالا سعودی قیمت ها از صفر پایین میشه دیگه بالای تولید تاثیر میکنه، رجحان تولید کم میکنه، مردم علاقه نمی داشته باشن که تولید کنن وقتی که قیمت ها پایین شده میره. به این خاطر این رکود اقتصادی را امکان داره بار بره، پایین شدن قیمت های، پایین شدن انفلاسیون پایین زیر 6، یعنی این باید مقامات اقتصادی در افغانستان تا که میتونن کوشش کنن که پس انفلاسیون در حدود قابل قبول و از یعنی در حدود که 2%، 1%، 2%، 3%، این بسیار بر اقتصاد مفید است. معلت تشویق میشه 1% 2%، این در تمام کشورهای پیشرفته دنیا دمی حدود است. اگر در بحران نباشند دمی حدود میباشه انفلاسیون. بنابراین میبینیم که پایین شدن قیمت دلار بالای انفلاسیون هم تاثیر کرده، بالای پایین شدن سیر نزولی قیمت ها هم تاثیر کرده. خب در جمله اقداماتی که صورت گرفته که سبب پایین شدن قیمت دلار شده چند مطلب دیگر هم میتونیم اضافه کنیم. اول که قبلا گفتیم که مقامات طالبان و مقامات بانک افغانستان بانک هر هفته یا هر ماه به مقدار هنگفت دلار لیلام میکنن، این خودش سبب ارزی بیشتر دلار در بازار میشه و ارزش افغانی رو بالا میبره، قیمت دلار پایین میشه. همچنان طالبان در اواخر مقدار پول را که مسافرین افغان به خارج با خود میبرن کم کردن و این مردم کمتر اجازه دارن پول با خود خارج کنن از افغانستان. این سبب شده که مقدار که دلاری که از افغانستان خارج میشه کم شده، مزید شده، همچنان مقدار دلاری که قاچاق میشه از افغانستان مخصوصا به پاکستان و ایران اینجا این کم شده. این خودش سبب از این میشه که دلار در افغانستان بانه، وقتی که دلار را در افغانستان میبانه مقدار دلار زیاد میباشه و این فروخته نمیشه و این سبب تنزیل قیمت دلار میشه. و خب در قسمت موضوع مهم دیگه هم ایسته که طالبان پروژه های بسیار بزرگ روی کار گرفتن. این پروژه هایی در زمان جمهوریت تداب یا گذاشته شده بود اما یا تطبیق نشده بود یا در راه تعطیل قرار داشت، یا شروع کردن از جمله راه‌سازی مثلا سرک کابل جلال آباد، سرک کابل قندهار، سرک چهارراه سالنگ، یا زیر ترمیم هستن، از سر قیل میشن، از سر کنکریت مثلا چهارراه سالنگ در قسمت های بالایی که تونل یاستن همه کنکریت میشه و این بسیار زیاد
نفر و کار انداخته. همچنان در مربوطات شاروالی کابل و دیگه شاروالی ها سرک های زیادی زیر ساختمان است، مردم زیادی به کار افتاده. همچنان ما پروژه های سرکسازی در تمام افغانستان از توسط در این زمان جریان داره، از جمله یک سرک است در واخان به طرف سرحد چین امتداد داره که این سرش کار میکنن. سرک های ولسوالی ها زیر کار است و در همچنان در بعض شاروالی های دیگه ولایت ها هم اقدامات سرکسازی و قیلیزی و یا ادامه داره که این سبب از این میشه که مردم زیاد به کار پیدا کنن، عاید پیدا کنن، دسترسی به بازار بیشتر میشه، این به نفع اقتصاد افغانستان تمام شده. و مهمتری که طالبا پروژی بسیار بزرگ کانال خوشتیپه را روی دست گرفتن و یک صد چند کیلومتر زیر وقت ساختن و این امیدواری های بسیار زیادی را بین جامعه در افغانستان ایجاد کرده. از یک طرف کارش و اشتغال برای هزاران نفر مایسر ساخته، همچنان شرکت های بزرگ ساختمانی افغانستان در این مصروف شدن با هزاران هزار وسیله و نقلیه و اکسکواتر و غیره مصروف کندن هستن و سرکسازی هستن و ای همچنان امیدواری زیادی را برای مردم در قسمت ای که صاحب زمین میشن در آینده در کانال ساحه سبز کانال خوشتیپه و به روز و روزگاری میرسن. این خودش سبب از این میشه که ما امید یک مشوق خوب در فعالیت های اقتصادی مملکت بوده میتونه و سبب تشویق فعالیت اقتصادی شده. همچنان ما میبینیم که بعضی پروژه هایی که قبلا زیر کار بود حال شروع به بهره برداری که مثلا خط ترانزیتی که از کاشغر تا به حیرتان بود و خط ترن و یا از طرف چینایی ها فعال شده و ما وصل شدیم با چین از طریق حیرتان و کاشغر. و یک موضوع بسیار مهم دیگه است که طالبا با چینایا ارزش چند میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار یا پروژه تفاوضات و تولید نفت و گاز در شمال افغانستان امضا کردن که خود یک مشوق بزرگ در امر فعالیت های اقتصادی در افغانستان است و امید برای بهبود شرایط اقتصادی در افغانستان برای آینده فراهم کرده. در این زمان طالبا با از وقتی که مشکلات ترانزیتی با پاکستان خلق شده و پاکستان در این آخر بسیار موانع زیاد در مورد ترانزیت مواد به افغانستان ایجاد کردن، بسیار اقلام وارداتی افغانستان ممنوع کردن که از طریق خاک پاکستان به افغانستان وارد نشه. بعد از این ملابرات رفت با ایران و بنده از بندر چابهار دیدن کرد و چندین قرارداد با ایرانی ها امضا کردن. این خود به خود امیدواری اضافه کرده که ما بتانیم از بنادر مختلف دیگر به عوض بنادر پاکستانی استفاده کنیم برای واردات در افغانستان. و در این زمان خط آهن خواف به هرات افتتاح شد و این بسیار سبب بهبود ترانزیت بین افغانستان و ایران میشه. در این زمان چندین پروژه پروسس میوه‌جات در افغانستان مانند بانجان رومی از روب میسازن و همچنان دیگه میوه‌جات کنزرو میکنن و قطعی بندی میکنن. ای در افغانستان و جوس میسازن از بسیاری میوه‌جات. ای در افغانستان در ولایات مختلف افتتاح شده. ای خودش از یک طرف تولید بالا میبره، از یک طرف هم به کمک میکنه به کمبود بیکاری و کمک میکنه به افزایش آید در افغانستان. تمام اقدامات سبب از این شده که افغانستان از امیدواری ها برای یک اقتصاد بهتر در آینده بیشتر شد. البته فراموش نکنیم که طالبا در این زمانی که با حاکمیت خود یک حاکمیت انحصاری ایجاد کردن که بسیاری مردم افغانستان از سهمگیری در دولت و در حتی اداره ملکی دولت ما اگر بخش سیاسیش یک طرف بانیم محروم شدن و تا جایی که من خبر دارم تا درجه مدیر هم یا به
ملا دادن و برای کسایی که در امروشان نزدیک هستند این بستا را تقسیم کردن. از یک طرف، از طرف دیگر نیمی جامعه مرا که زن را باشد دختر را باشد از حق کار، تحصیل، از حق فعالیت های اجتماعی محروم ساختند و تمام مردم افغانستان از حقوق سیاسی و مدنی مجازشان که در تحت قانون اساسی جمهوریت بود محروم ساختند. که این ما سبب میشه که نزد مردم افغانستان مشروعیت این حاکمیت طالبا را زیر سوال ببره و تا زمانی که طالبا نتانند مردم افغانستان سهم بسازند در اداره امور خود، در اداره دولت افغانستان، یا مشروعیت سیاسی داخلی کسب کرده نمیتونند. به می خاطر جامعه جهانی هم تا حال طالبا را به رسمیت نشناخت. بنابر دوست عزیز بین دایب سر عزیز، با این تحلیل ها من میخواستم اینه بگویم که عوامل مختلف سبب از این شده که در افغانستان با وجود بیکاری است، با وجود که روزگار خوب نیست، فقر بیداد میکنه، اما باز هم مدارک مختلفی، راه های مختلفی وجود داره که آید این مملکت تراکم میکنه، جمع میشه و ای در بازار منعکس میشه، در قیمت ها منعکس میشه، در قیمت افغانی منعکس میشه، در مقابل اسعار دیگه. و امی معمایی را که چرا قیمت افغانی بالا رفته در مقابل اسعار خارجی، یا معمایی را که چرا دلار در مقابل افغانی پایین افتاده، این امینی توضیح میکنه. ما میفهمیم که چرا دلار امریکایی تقلیل کرده. یکی از مصاحبه‌های بعضی از این استادای اقتصاد شنیدم در بعضی رسانه ها که میگفتن که به ارتباط دلار از خاطر پایین شده که فشار در سطح جهانی بالای دلار در از طرف کشورهای بریکس است، از طرف از این که دی دلاریزیشن پروسس دوام داره، ادامه داره. اما نخیر، این اگر دوام داشته باشه باید در پاکستان هم دلار پایین شه، برای پاکستان نفوسش 230 میلیون نفر است و مقدار دلاری که اونجا پایین بالا میشه به مراتب بیشتر از افغانستان است. نه اینجا اینا میتونه شده که یک بمب دوام باشه در او مسائل جهانی. تا ما نباید در تحلیل ای که وضع اقتصادی افغانستان چه قسم است، قیمت ها چرا چی تغییر کرده، قیمت نرخ دلار چی تغییر کرده، وارد داخل بسازیم و تاثیر در افغانستان ندارن. اقتصاد افغانستان کوچکتر از اوست که تغییرات نوسانهای دولت در نرخ جهانی بالای از این تاثیر کرده، چون در افغانستان فعلا دلار به صورت پرایم چیز است، دلار امریکایی همو سیر اصلی است، ریزرف است. یوان چانی هنوز معرفی نشده، سیار مقدارش کم است، تبادلات همش با دلار، یعنی تبادلات تجارت خارجی افغانستان همش با دلار صورت میگیره، دلار امریکایی صورت میگیره، یک مقدار کمش البته با کلدار پاکستانی و کلدار هندی و یا ریال ایرانی صورت میگیره، اما زیادتر در او هم همی دلار دخیل است، چون این کشورهای همسایه به دلاری که در افغانستان تو بالا میشه ضرورت دارن. به این خاطر ای باز هم دلار از این خاطر اینجا اهمیت بسزایی در منطقه این بخص دلاری که در افغانستان است داره.